نفر بعدی سام. درود سام، خوشحالم میبینمت اینجا در خدمتی. سام جان درود بابک، آرمی، نوید و باقی دوستان سلام. سلام، منم خوشحالم دارم دوباره باهاتون صحبت میکنم. والا من راستش چون خودم هم کارم در زمینه آیتی و نتورک، از این دیدگاه بیشتر میبینم این داستانو و فکر میکنم که یکی از مهمترین در واقع دلایلی که میتونه قیامای مردم ایران رو باعث بشه که فروکش کنه، همین بحث قطع کردن دسترسی اینترنته. یعنی به نظر میاد که مردم تا زمانی که این فیلمایی که میگیرن ارسال میشه بیرون و از حال هم دیگه توی شهرهای مختلف با خبرن و میبینن که شلوغه، این انرژی رو دارن که ادامه بدن، ولی به محض اینکه اینترنت قطع میشه و در بیخبری میمونن و رسانه‌های خارجی هم نمیتونن گزارشی تهیه کنن، به خاطر که خب گزارشی ندارن تو ایران دیگه، برای همین اونجا در واقع زمانیه که هم حکومت شروع میکنه به کشتار، همین که مردم دچار ناامیدی و سردرگمی میشن. برای همین به نظرم این پیشنهادهای تکنیکی که دوستان دادن راجع به این که حالا وی پی ان را بندازید و به نزدیکان خودتون بدین و یا حتی اگر که این کارم، یعنی آدم تکنیکی هم نیستید، میتونید از این سرویس های وی پی ان پریمیومی که هستش و باید مثلا هزینه براش پرداخت، میتونم ماهی $10 $15 اینقدر و 5-6 تا کاربر رو ساپورت میکنه، بگیریم و به خانواده خودتون بدین و ازشون هم بخواید که راجبش با کسی صحبت نکنن، چون باز دوباره اگر که قرار باشه اینا، هر چند اینا سرورهای خیلی زیادی دارن و به سادگی نمیشه زدشون، اما به هر حال اسمشون در واقع سر زبونا نیفته. یکی این منتها یه نکته که هستش اینه که سیستمای شبکه یک کشوری مثل جمهوری اسلامی یا چین و اینها به این صورته که یه شبکه داخلی دارن و بعد اینترنت رو به این وصل کردن، مثل کشوری آزاد نیست که اینترنت در واقع آزادانه هم در واقع بکبونش در واقع کشور روی همون اینترنت باشه. برای همین اتفاقی که میفته اینه که اینا وقتی دیگه به جای خیلی در واقع مهمی میرسه، کلن اون اینترنت رو از شبکه داخلی قطعش میکنن و اونجا دیگه معمولاً، چون به هر حال دیگه دسترسی عملاً به شبکه خارجی نیست، به اینترنت نیست، نمیشه با وی پی ان هم در واقع این مشکل حل کرد. الان که اینو نداریم ایران، الان که این موضوع نیست که. چرا هست؟ تا حد خیلی زیادی هست تو ایران؟ شبکه وجود داره، آره، سرویساش نیست. یعنی میدونی چجوریه، اینا شبکه رو برقرار کردن اما مثلا یه سرچ انجین خوب ندارن. خب حالا نرسیدیم به اونجا که فعلا که مثل چین بشه فعلا. حالا مثل چین شد نه که من نه نه از لحاظ زیر ساخت شبکه داخلی، شبکه داخلی الان کامله. خب ولی الان مردم که الان مردم تو ایران تو اون شبکه وقتی به اینترنت وصل میشن، تو از داخل اون شبکه دارن وصل میشن؟ دقیقاً. دقیقاً اینطوریه. به همین دلیل هم که شما چرا وی پی ان ایران... چرا وی پی ان داره جواب میده پس؟ خب چون هنوز قطع نکردن اینترنت رو. خب اگه هنوز قطع باشه، خب اگه هنوز قطع وقتی قطع کردن میام درباره اون صحبت میکنیم، فعلا که قطع نکردن. خب دیگه فایده نداره آرمین، اون موقع که نمیشنون داخلیا. نه من ببین اتفاق افتاده قبلا سال 98 اینطور. بعضیا میگن که ایران جمهوری اسلامی قابلیت این کار رو نداره که چی مثل چین، یعنی اینا انقدر عقب افتادن. میتونم کامل توضیح بدم. ببین دو تا مسئله متفاوته. خب ببین چین علاوه بر اینکه این شبکه رو داره، تمام سرویس هاش رو هم خودش پیاده سازی کرده. باشه اون چینه، حالا ایران فعلا اونجا نشده. آره بذار من برسم به اون چیزی که میخوام. ببین بدون ببین اگه میشه اینو کوتاه‌تر بگو، چون میخوام درباره چیزایی صحبت بکنیم که واقعا امروز کاربرد داره، ولی بگو. آره باور کن کاربرد داره، 90ش نه این کار کردن. خب موضوع اینه که زمانی که اینا اینترنت رو درسته که نمیتونن برای مدت زیادی تداومش بدن، چون اینا تمام سرویس های یک شبکه مثل اینترنت رو پیاده سازی نکردن، خب اما میتونن برای یه مدت کوتاهی انجامش بدن و دادن قبلا. منتها نکتهش اینه، حالا چیزی که من به ذهنم رسید و تجربه کردم خودم، چون من اون زمان دقیقاً تو اون قحطی‌ها من سفر کردم به ایران، شهرهای مرزی به ویژه شهرهای مرزی که با ترکیه هم مرزن، اونجا سرویس اینترنت موبایل پرووایدرهای ترکیه قوی تر از ایرانه.
و برای کسایی که میخوان فیلم بفرستن بیرون شاید این یه راهی باشه، و سیم کارت های ترکیه هم اونجا فروخته میشه و یا حتی میتونن طرف پاسو بذارن، یعنی مردم از مرکز برد. از مرکز ویدیو ها و عکسشون رو بفرستن به مرز، به نزدیک مرز، از مرز بفرستن خارج از ایران. دقیقا، و اصلا میتونه از زیر ساخت خود جمهوری اسلامی استفاده کنن، یعنی اینا کافیه فایلاشون رو اینکریپت کنن به صورت لوکال رو کامپیوترشون. اینکریپت فارسیش میگو؟ رمز گذاری کنن. اوکی بگو. اوکی. آره، و بعد از طریق بستر داخلی خود ایران در واقع ارسال کنن برای اوکی. نه این مهمه، نه این مهمه، درست حرفت خیلی مهمه. پس اینم اگه میشه با بابای تماس بگیر، اینم توی این داکیومنت بذاریم. آره حتما، من اصلا خودم هم اگر که شما در واقع دارید و میشناسید دوستانی که تو ایران هستن و فعالیت میکنن، من حاضرم تو پیاده سازی ها و همه داستاناش همکاری کنم. از ایران تا کرمانشاه رو چجوری بفرسته سامجا وقتی این از خود سیستم داخلی، از شبکه داخلی، از شبکه. ببین میگه فایل رو اینکریپت میکنی رمز شبکه داخلی هم وجود نداره، من یه برای بانک نه نه هستش لاست شبکه من داخلی کار توضیح میدم. من توضیح منتظرم نوبتم بشه توضیح بدم. آره اجازه بدین. آره دونه دونه صحبت میکنیم. سم تو هم بالا باش که اگر نکته بود دوستان خواستم بهت برگردم میتونی پاسخگو باشی. رو نکنم. آره من فقط آره یه چیزی یه لحظه یه کوچیک بگم بابک. من برای که میخوام این کامل بشه وای نستیم بعد بریم برگردیم بهش. خب اگه میشه اینو کسایی که نظر دارم بگم، من چیزی که متوجه شدم اینه که ساختار شبکه داخلی برای اینه که قطع نکنن دیگه، که چون با خب من بذار توضیح بدم، بذار من بگم توضیح میدم. آرمین نوبت من هستش. اوکی بابا اگه میشه کسایی که در برای این موضوع نظر دارن اینو الان نظرشون رو بگن که این بسته بشه که موضوع عوض نشه دوباره برگردیم. باشه بابک. خب کدومی که دوستان هستم میکروفون بزنید من بدونم کدوم ها اصلا نظر دارن فقط. اوکی بابک نوبت منه، من خودم بزن توضیح بدم. اوکی چشم اجازه بدم میخوام دو نفر دیگه هم پیدا کنم، افراد دیگه دارم، کیارش و لست و بری. اوکی بری صحبت کن. خب این میشه کوتاه بگیم حالا بعد. آره بعد کیارش فقط کوتاه، بعد کیارش و لست هم بشنم. ببین آره این بستر داخلی که با فایل رو بتونیم بفرستیم برای هم، یکیش پیکو فایله که میتونید به راحتی با یه برنامه. نه اول جواب قبل از اینکه اینو بگی. خب من اومدم همینا رو بگم واقعا. بگو پس بهتره لوکال برای براندازی، والا من نظری ندارم برای این. بگو آره میتونید فایل رو زیپ کنید، یه پسوردی بدید بندازید توی پیکو فایل. پیکو فایل همیشه اوکیه، حالا اون موقع آبا ما هم اوکی بودش. بعد بچه‌ها اومدن گفتن که وی پی ان میتونید خودتون ران کنید و اینا. حالا یه سری توضیحات هم دادن که من خلاصه میگم که ببینید وقتی نت قطع شد عملا سرورهای خارجی شما دسترسی ندارید، سرورهای ایرانی هم که خریدید به هاستینگا و دیتا سنترها پیام میاد که آقا جون فلان پورت ها رو ببندید، سرورهایی که دادید به مشتری رو مانیتور کنید، اگه کسی همچین حرکتی زد ببندید. لذا زیاد حساب وا نکنید رو این داستانا. همین، حالا اگه واسه سوالی هم بود من در خدمتم. اوکی ممنون. باش اینجا اگه سوالی بود. نفر بعدی کی بود بابک؟ کیارش. درود خدمت دوستان بابک، آرمین، لست. من سریع بگم که وقت رو نگیرم. ببین شبکه ملی اطلاعات در کشور راه افتاده، فعال هست. شبکه ملی اطلاعات یعنی چی؟ یعنی ما خودمون یک کانالی داریم، به همه وصلیم، به خارجم نیاز نداریم. این الان وجود داره. وقتی که شما بخواید این، یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران بخواد اینترنت رو ببنده، به راحتی میبنده. چجوری شما میفهمید که اینترنت الان نیست؟ یعنی یک کاربری تو خونه الان نشسته میخواد بفهمه که به اینترنت وصله یا به شبکه داخلی وصله، یعنی با همون شبکه ملی ایران. شما میبینید که چراغ سی دی مودمتون یا خاموش شده یا قرمز شده. زرد و سبز نشانه اتصاله، قرمز یا خاموش بودن نشانه اینه که شما به اینترنت وصل نیستید. در همین موقع که میبینید که قطع و قرمزه، اگر شما یکی از این 550 تا وبسایتی که توی سایت مخابرات ایران همین الان اگر بتونن بزنن بچه‌ها، 550 تا وبسایت هست که مخابرات میگه اینها همیشه شامل تخفیف استفاده از مبلغ اینترنت هستن. اون 500 تا سایت فقط باز میشه در شبکه ملی اطلاعات. شما اگر بزنی یاهو باز نمیشه،
yahoo.com رو بزنی باز نمیشه، اما مثلا pc.ir رو بزنی باز میشه. اونها تفکیک شدن. در اون 550 تا وبسایتی که تو شبکه ملی اطلاعات هست، خبر اون تمام اون چیزایی که جمهوری اسلامی پایشو گذاشته و میخواد که شما ببینید. متوجه. پس اگر به یک روزی برسیم که اینترنت رو کامل قطع کنه، میتونه این کار رو بکنه و مردم لنگ کارهای روزمره داخل کشورشون نمیشن. بله. کارهای روتین بانک باز میشه. حالا متوجه شدیم. حالا از همین شبکه داخلی نمیشه استفاده کرد که یه سری فایل‌ها رو فرستاد. شبکه داخلی چجوری میتونی استفاده کنی؟ بله، من تو زاهدان باشم میتونم با تبریز ارتباط برقرار کنم. اما با خارج از کشور دیگه ارتباط ندارم. بله. همش داخلی. خب میفرستی به داخلی اینجا... از تهران یا از یزد میفرستی برای یه آره، شهر شما... مرزی از اونجا میفرستی برای افزار داری؟ بله، شما نرم افزارهایی داری که میتونی در یک شبکه لوکال فعالیت بکنی و فایل رد و بدل بکنی. اینترنت برای اتصال به خارج از کشور به درد میخوره. متوجه. من میتونم فیلم من رو تو زاهدان بگیرم با توسط نرم افزارهایی که لوکال فایل جا بله اینو متوجه شدیم بخدا بفرستم مشهد، بفرستم بوشهر، این اتفاق میفته، اما نمیتونم از ایران ببرمش بیرون چون اینترنت نیست. بله اینو واقعا متوجه شدیم. اینو یه مقدار کوتاه‌تر، یعنی ببینید یه سری موضوع ها رو به چند شکل برای ما توضیح دادیم، باور کنیم با همون بار اولش فهمیدیم. پس اینو نگه میدونم تو میفهمی، خب یه شیر به قول معروف شیر فهم بشه، همه بدونن که چه کار باید کرد. باشه اینو کوتاه‌تر بگیم. سیم کارت های خارجی در داخل روی پرووایدرهای ایرانی اگر فعال بشن فعال میمونن، یعنی اینترنت حتی اگر قطع بشه شما یک سیم کارت آذربایجان، عراق، کویت، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان در دسترستون باشه، رو گوشیتون بیارید روشنش کنید، آنتن میگیره و اینترنت میگیره. این هم یک موردی است، یعنی اگر شما سیم کارت وارد کشور بکنید اینترنت میگیرید حتی اگر اینترنت کل کشور قطع باشه. این هم یه نکته دیگه. به جز اینا اون چیزی که میخواستم خودم بگم تا... کجای کشور باید توی نزدیک مرز باشه یا هر جای کشور؟ نه 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 نه، سیم کارت، اگر سیم کارت هر کشوری رو شما با خودتون ببرید داخل فرق نمیکنه، از هر کشوری شما سیم کارت ببرید داخل ایران. و این خیلی گرون نمیشه؟ نه، بر همین گفتم کشورهای نزدیک دیگه، گفتم عراق، گفتم آذربایجان. اوکی، اوکی. تعرفه اینا پایین تر بیفته، کشور همسایه تعرفهش کمتره تا کشور از آمریکا ببری. خب اینو پس اینو نمیشه گرفت، اینو هیچ راهی گرفت، هیچ راهی برای گرفتن این اینترنت شهرهای مرزی، همه شهرهای مرزی سیم کارت های کشور همسایه. من اصلا واقعا متوجه نشدم، من میگم این جمهوری اسلامی هیچ راهی برای گرفتن این اینترنت رو از مردم نداره دیگه. شما یه سیم کارت خارجی داشته باشی اینو نمیتونی از مردم بگیری. سیم کارت های خارجی رو قرارداد دارن، نمیتونن اگه ببندن نقض قرارداد، جریمهش بیشتر از اونه که بخوان این کارو بکنن. توافقی هست بین این دیگه. آها، یعنی میتونم بیان بگم اینا رو نمیشه کشور با این پرووایدرها با هم قرارداد دارن، خدمات هم دیگه رو نباید قطع کنن، جریمه میدن به هم دیگه. خب پس پس نمیتونن جریمه هم بالاست فکر کنم. خب جواب منو میشه بدین؟ پس نمیتونن قطع کنن، درسته؟ نه 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 نه، منطقی نیست، نمیصرفه قطعش کنن. اوکی، عالی عالی عالی. خیلی عذر میخوام در مورد گم لنس، چون من سر کارم اصلا باید برم. من فقط خلاصش کنم. ببینید پس کسایی که چون من عملا 90ش انجام دادم و رفتم بازرگان، اونجا سیم کارت ترکسل گرفتم و با آی پی استانبول کاملا همه چی باز. فقط اینو بهتون بگم کسایی که داخل کشورن میتونن فایلاشون رو از طریق شبکه داخلی اول رو کامپیوترشون رمزنگاری کنن، بعد بفرستن برای دوستی که در واقع مرزها دارن و اون ارسال کنه بیرون. برام به نظر من خیلی مهمه که گزارش ها بره بیرون. یه نکته، نکته دیگه این که بله رومینگ سیم کارت های خارجی هم فعال میمونه اما خیلی گرونه. یعنی همون سیم کارت ترکی رو من تست کردم، برای مثلا 100 مگ تقریبا 1,000,000 تومان من دادم. یعنی میشه استفاده کرد برای تکست، اونو برای مبادا میتونی استفاده کنی برای اطلاع رسانی تکست، ولی برای فایل فرستادن به درد نمیخوره. مرسی بچه‌ها. من اگر که موافق بودین رو فیسبوک جمهوری بی خودی یعنی این روش رو کامل میتونم داکیومنت کنم. ممنون.